چند پیش همسایه اومده بهم میگه واسه بچه‌م آتاری چی بخرم؟ آتاری. خب منظور پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکس سری S و X؟ اینقدر این سوال بنیادیه که جواب دادن بهش اونقدر راحت نیست. بعد این ویدیو رو تا تهش ببینید تا دستت بیاد. تو این اوضاع گل و بلبل ایران که همه چی قیمت خونه و قربونش برم روز به روز ساعت به ساعت قیمت‌ها بالا پایین میشن، خرید هر چیزی نیاز به چند روز تحقیق و اینا داره. یعنی ممکن شما برنامه‌ریزی رو بکنی، پول رو هم با هزار بدبختی جور بکنی، بعد یهو وقتی میری تو مغازه، مغازه‌دار بهت میگه آناناس چند میلیون اومده رو قیمتش. سوالی که برای خیلی تو خرید کنسول نسل نهمی پیش میاد اینه که آقا چی بخرم برام بهتره؟ اصلا نگران نباشین، چون تو این ویدیو قراره هر اطلاعاتی که راجع به پلی‌استیشن 5 یا ایکس باکس سری S و X میخواین بهتون بدیم. قبل از هر چیزی باید خیلی خیلی دقت کنین که اسپانسر ما چی میگه. چطوری ارزون و سریع بازی PS4 و PS5 بازی کنیم با اشتراک نخت پلاس؟ به نظر میرسه نخت پلاس رفته رفته ای داره بهتر میشه. این سرویس حالا بیشتر از 2400 مشترک داره و هر سلیقه‌ای رو راضی میکنه. اشتراک ارزون میخواد که بازی عالی مثل Red Dead 2 یا God of War داره، نخت پلاس سیلور بگیر. یه آرشیو بزرگتر و به روزتر از بازی‌های مهم چند سال اخیر می‌خوای؟ برو سراغ نخت پلاس گولد که حتی هاگوارتس لگسی و ریمیک رزیدنت ایول 4 رو هم بهت میده. هر بازی مهم جدیدم یه ماه بعد از انتشار واردش میشه. دنبال یه اشتراکی که از اینم بهتر باشه، نخت پلاس پلاتینیوم. بازی مورد انتظار و بزرگ که معمولاً نمی‌دونیم پول خریدشون رو از کجا باید بیاریم، از روز عرضه میان براش. از مورتال کامبت 1 تا اسپایدرمن 2 و حتی اساسینز کرید میراج. آخرش اگه برات مهمه همه اکانت هایی که میگیری ظرفیت 2 باشن و راحت بتونی کاملا آفلاین تک تک بازی ها رو با اکانت خودت بری، نخت پلاس آلتیمیت رسما بهترینه. خیالتون راحت، روز عرضه فیفا 24 و بازی های دیگه رو به کاربر گولد و آلتیمیتشون میدن، پس نخت پلاس رو اصلا از دست نده. جزئیات فنی. اول بیاییم ببینیم که از نظر قدرت پردازشی و جزئیات فنی هر کدوم از این کنسول ها برای چه قشری طراحی شدن. روی کاغذ و به لحاظ عددی ایکس باکس سری ایکس قدرتمندترین کنسول نسل نهمی به حساب میاد و پلی استیشن 5 یکم اختلاف ترافلاپسش پایین تره، یعنی سری ایکس 12 ترافلاپس و PS5 10 ترافلاپس. پایین تر از همه هم که ایکس باکس سری اس قرار میگیره، اما از جنبه کاربردی بخوایم بهش نگاه کنیم، ایکس باکس سری اس بیشتر مناسب اونایی که مانیتور یا تلویزیون 1080p داره و داشتن نهایت تنظیمات گرافیک هم اونقدر براشون مهم نیست. من خودم اینجوریم. برای اونایی که نمایشگر با رزولوشن و رفرش ریت بالاتر مخصوصا 4K دارن، پیشنهاد اینه که برای داشتن بهترین تجربه گیم پلی حتما سراغ سری ایکس یا پلی استیشن 5 برن که برای تجربه 4K طراحی شده. اما اینکه بین دو تا پرچم‌دار کنسولی سونی و مایکروسافت کدوم بهتر بازی رو اجرا می‌کنن، صادقانه بخوایم بگیم اختلافشون یه جورایی کمه و مساوین هستن. یه نکته مهمو فراموش نکنید. اینکه کیفیت اجرای بازی ها روی کنسول ها بیشتر از قدرت سخت افزاری کنسول وابسته به اینکه سازنده های بازی چه امکاناتی رو در نظر میگیرن. مثلا بعضی بازی ها حالت های گرافیکی مختلفی دارن، کاربر میتونه بین رزولوشن بالاتر و نرخ فریم پایینتر یا رزولوشن پایینتر و نرخ فریم بالاتر یکی رو انتخاب کنه. مخلص کلام، اگه نمایشگر 4K داریم و گرافیک براتون مهمه، بهتر سراغ سری ایکس یا پلی استیشن 5 برید. تفاوت بین خود این دوتا هم تو بازی های مولتی پلتفرم اونقدی نیست که بشه یکی رو برتر از اون یکی دونست. یه نکته مهم فنی دیگه ظرفیت داخلی کنسول هست. PS5 و Xbox سری X هر دو با حافظه 1 ترابایتی عرضه شدن و سری S هم 512 گیگابایت حافظه داخلی داره. بخشی از این فضای SSD کنسول هم با سیستم عامل اونا اشغال شده. روی سری S که خیلی زود ممکنه فضا کم بیاریم و روی سری X و PS5 هم اگه بخوایم بازی های زیادی نصب کنین احتمالاً مشکل فضا پیدا میکنین. به استثناء حافظه اختصاصی ایکس باکس که از درگاه مخصوصش تو پشت کنسول وصل میشن، هاردای یا SSD اکسترنال USB امکان اجرای بازی های مخصوص نسل نهمی رو ندارن و فقط بازی های نسل هشتمی رو میشه باهاشون اجرا کرد. یا اینکه مثلا دیتای بازی رو روشون نگه دارین و تو زمان نیاز به SSD خود کنسول منتقلش کنین بعد باهاش بازی کنین. پس از این نظر تقریبا شرایطشون یکسانه، اما یه تفاوتایی هم وجود داره. تو PS5 یه سوکت M2 واسه ارتقاء حافظه داخلی تعبیه شده. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بری بازار رضا از محمد آقا یه SSD M2 البته از نوع نسل 4ش تهیه کنید، بنازین روی PS5تون و مثلا مجموع حافظه داخلیتون رو به 2 ترابایت یا 5 ترابایت برسونید. چرا 5 ترابایت؟ چون ماکسیمم بیشتر از 4 ترابایت رو ساپورت نمی‌کنه. ولی تو ایکس باکس ها قضیه فرق داره. شما میتونید از اکسپنشن کارت های این دستگاه استفاده کنید که وسترن دیجیتال و سیگیت میسازنشون و فعلا یکم قیمتاشون زیاده. ولی گویا یه راههایی هم هست که میشه SSD M2 رو با یه تبدیلی یه جوری وصل کرد بهش. اینجوری میتونی بازی تو راحت برداری بری خونه دوستت با هم بازی کنی. حالا مسئله بعدی.
دیجیتالی بخریم یا فیزیکی؟ این روزا با توجه به قیمت بالایی که بازی‌های فیزیکی تو بازار دارن و البته سخت‌تر شدن گیر آوردن مخصوصا بازی‌های روز، اکثر کاربرا دیگه نسخه دیجیتالی رو تهیه می‌کنن. پلی‌استیشن 5 توی دو نسخه استاندارد و دیجیتالی عرضه میشه که فقط نسخه استاندارد امکان استفاده از دیسک داره. ایکس باکس سری ایکس هم از دیسک پشتیبانی میکنه و سری اس هم که فقط دیجیتالیه. حالا اینو در نظر بگیرین. اگه بخوام PS5 دیجیتال تهیه کنین نسبت به سری اس که کلا دیجیتاله فقط $100 قیمتش بیشتره. البته توی ایران مسخره بازی فعلا. قیمت‌های دیجیتال و غیر دیجیتال خیلی فرقی نداره. پس اگه خارجی $100 برای حافظه و قدرت بیشتر پردازشی برای PS5 دیجیتالی ارزشش رو داره. ولی ایران رو نگاه می‌کنیم 7 8 تومن اختلاف قیمته که واقعا خیلیه. اکانت های ظرفیتی. جدا از اینکه حالا چقدر پشتیبانی کردن از دیسک یا نکردنش براتون مهم باشه، واقعیت اینه که قیمت بازی ها الان اینقدر بالا رفته که خیلی از کاربرا سراغ خرید ظرفیتی بازی ها میرن. روی پلی استیشن ما 3 تا ظرفیت داریم که ظرفیت یک فقط امکان بازی های آفلاین رو داره و به همین دلیل هم قیمتش واقعا پایین و برای بازی های داستانی و تک نفره خیلی به صرف. حالا ظرفیت 2 این امکان رو میده که بازی رو روی اکانت شخصی خودتونم بازی کنیم و با ظرفیت 3 هم فقط باید روی همون اکانتی که خریدین بازیش کنیم. تو طرف مقابل هم ایکس باکس هم همین وضعیت رو دارن، ولی اونجا بهش میگن ظرفیت هوم و غیر هوم که اختلاف قیمت بینشون هم کمتر از ظرفیت های پلی استیشن و فرقشون تو اینه که با اکانت هوم حتی میشه بازی ها رو آفلاین هم بازی کرد، ولی تو اکانت غیر هوم حتما باید آنلاین باشی. تو این قضیه پلی‌استیشن یک کم دستتون رو بازتر میذاره و فرصت بیشتری واسه بازی کردن با قیمت کمتر رو فراهم میکنه. سرویس ها. این روزا قیمت بازی ها به شکلیه که سرویس ها میتونن نقش مهمی رو تو بحث خرید کنسول داشته باشن. تو یه زمانی گیم پاس تنها سرویسی بود که میتونستی همزمان یه عالمه بازی رو باش بازی کنی. ولی الان برای پلی‌استیشن یه سرویسی اومده به نام پلی‌استیشن پلاس که یه جورایی مثل همون گیم پاسه و بازی های زیادی رو میتونی روش بازی کنی. هر دوتای این سرویس ها ردهای مختلفی دارن که خودش یه ویدیو جدا میطلبه، ولی قیمت بالاترین سرویس گیم پاس که امکان استفاده از همه مزایا رو روی هم کنسول و هم پی سی فراهم میکنه ماهیانه $17 و بالاترین رده پلی‌استیشن پلاس هم که دسترسی به بازی های کلاسیک و حتی پلی‌استیشن 1 و 2 رو هم داره $18 ماهیانه. سونی خیلی رسمی امکان پرداخت چند ماهه یا سالیانه اشتراک با تخفیف ویژه رو هم فراهم کرده، ولی تو گیم پاس قضیه فرق داره. برای خرید بیش از یک ماه باید سراغ گیفت کارت هایی برین که خورده فروشی ها عرضه میکنن و گای پیدا کردنشون هم یه کوچولو سخت. البته هر دو سرویس رو میشه از طریق اکانت های ظرفیتی هم خرید که ما خودمون هم همین کارو میکنیم چون به صرفه تره. تو ایران واسه PS5 سرویس نخل پلاس رو هم داریم که مزیت جدیدی از نخل مارکت و اجازه دسترسی به خیلی از بازی های روز و زمان عرضشون فراهم میکنه و میتونه گزینه‌ای به صرفه ای واسه پلی استیشن 5 دارا بشه. 5 دارا. از نظر بازی‌های عرضه شده روی سرویس هم گیم پاس و پلاس هر دو بازی متنوعی از نسل نهم یا نسل قبلی دارن که خب سلیقه شما تعیین می‌کنه کدوم رو واسه خودتون انتخاب کنید. ولی اینو باید در نظر داشت که گیم پاس این مزیت رو داره که بازی‌های انحصاریشو روز عرضه میشه باهاش تجربه کرد، ولی پلاس حداقل فعلا یه همچین داستانی رو نداره. دسته و لوازم جانبی. ایکس باکس تو طراحی کنترلر کنسول‌های نسل نهمی خودش همون ساختار کلی دست‌های نسل قبلیش رو حفظ کرده. فقط یه سری تغییرات جزئی داشته. دست‌های ایکس باکس کماکان با باتری قلمی کار می‌کنن و البته میشه باتری مخصوص اونا رو هم جداگونه خرید. راستی شارژی هم هستن. تو طرف مقابل پلی‌استیشن واسه دست‌های دوال سنس جدیدش یه سری ویژگی‌های منحصر به فرد و واقعاً نسل نهمی پیاده کرده. مثلا به جای استفاده از ویبره معمولی اومده ویژگی هپتیک فیدبک رو اضافه کرده که بسته به موقعیت‌های مختلف تو بازی‌ها لرزش‌های متفاوتی رو ارائه میده. قابلیت ادپتیو تریگر این دسته هم باعث میشه تا تریگرهای R2 و L2 دسته بتونن بسته به شرایط بازی میزان سفتی متفاوتی رو بهتون بدن. مثلا حس شلیک با سلاح‌های مختلف یا مثلا لگد اسلحه و چیزای اینجوری. دسته‌های دوال سنس حتی میکروفون داخلی هم دارن. راستش بخواید دسته‌های PS5 همچین نسل نهمی ترن و یه جورایی فیچرهای بالاتری دارن. برای این داستان که حالا با کدوم دسته خودتون راحت تر باشین یکم موضوع سلیقه ایه. حالا جدا از این داستان فیچرهای عجیب و غریب دسته های پلی‌استیشن، یه نکته مهمی در مورد ایکس باکس وجود داره، اینکه اگه قبلا ایکس باکس وان داشتین میتونین راحت دسته هاشو وصل کنین به سری اس یا سری ایکس تون و باش بازی کنین. این عالیه. ولی PS5 این امکانو بهتون نمیده، یعنی شما میتونین دسته PS4 تون رو به PS5 وصل کنین اما فقط میتونین بازی های PS4 رو روش بازی کنین، یعنی همون داستان بکوارد و این داستان. حالا بکوارد چیه؟ یعنی بازی های نسل 8 که روی نسل 9 اجرا میشه.
راستی این هم بگم که هر کدوم آمار خرابی خودشونو دارن. مثلا دوالسنس بیشتر استیکاش مشکل دریفت پیدا میکنن و توی دستای ایکس باکس هم بیشتر مشکل خرابی بامپرا و تریگرا رو داریم. البته تعمیر دستای ایکس باکس یه جوری مثل آب خوردن. از نظر سایر لوازم جانبی هم هم کنسول PS5 و هم ایکس باکس سری XOS هدست مخصوص خودشونو دارن که بازم هدست PS5 با اسم Pulse 3D به دلیل امکان ارائه صدای سه‌بعدی ویژگی بیشتری داره یه جورایی. راستی اینم بگم که PlayStation 5 از پنلای شخصی سازی شده کناری هم پشتیبانی میکنه. میشه راحت اونا رو تعویض کرد و طرح جالبی که حالا خودتون میخواین رو روش وصل کنید. اخیرا مایکروسافت واسه سری ایکس هم یه ویژگی مشابهی معرفی کرده. میتونید یه قاب با طرح مثلا استارفیلد رو تهیه کنید رو کنسولتون نصب کنید. البته این تونستم به شرطیه که بشه اونو تو بازار ایران پیدا کرد. بازی‌ها. اما برسیم بحث شیرین بازی‌ها. شاید بگین که چرا این بخشو گذاشتین آخرش؟ خب جوابش اینه که خب می‌خوام ویدیو رو تا تاش ببینین دیگه. ما داریم زحمت می‌کشیم. هی من با این داستانو هندل کنم تو ذهن خودم. حالا بی شوخی جوابش اینه که تو انتخاب یه کنسول هیچی مهمتر از بازی‌هایی که میشه باهاش بازی کرد خب نیست. و جالب این که تو این بخش هیچکی نمیتونه به شما بگه که باید چی خوشتون بیاد. بازی های مولتی پلتفرم که وضعیتشون مشخصه. حالا به جز تفاوتی که سری اس با دوتا کنسول دیگه از نظر قدرت گرافیکی داره، خیلی شاهد تفاوت فاحشی بین سری ایکس و پی اس 5 نیستیم. اما بحث بازی های انحصاری واقعا فرق میکنه. از یه طرف پلی استیشن گاد اوف وار رگناروک و رچت اند کلنک ریفت اپارت و فاینال فانتزی 16 و گراند توریسمو 7 رو داره. کار برای ایکس باکس هم بازی های انحصاری مثل فورزا موتور اسپورت یا فورزا هورایزن 5 یا هیلو اینفینیت، استارفیلد و های فای راشو دارن. البته اینا فقط چند تا بازی محدود و نسل نهمی کنسول هستن و اگه بازی های کلی رو در نظر بگیریم آثار خیلی بیشتری داریم. اما نکته مهم اینه که نه من نه هیچ شخص دیگه ای حق نداره که تعیین کنه شما چه بازی رو باید بازی کنید. اینجا جاییه که فقط خود شما میتونید تصمیم بگیرید که دوست دارین حالا بازی های کدوم کنسول رو بازی کنید. و دقیقاً همینه که تعیین میکنه شما کدوم کنسول رو انتخاب کنید. بله، آتاری. در کل مواد دیگه‌ای هم هستن که تاثیر میزنن روی انتخاب کنسول. مثلا اگه بحث قابل هم بودن براتون خیلی مهم باشه، دوست داشته باشین کنسولتون رو چپ و راست هی ببرین این و اون ور، خب سری اس بهترین گزینه است دیگه، خیلی کوچولوئه. شاید دقت کنین سری ایکس که مثل یه کیس کامپیوتر بزرگ مکعب، از اونور پی اس 5 هم شبیه برج خلیفه است ماشاءالله. خیلی بدباره. از نظر قیمتی هم سری اس تو بازار ایران الان حدود 15 میلیونه. سری ایکس تقریبا 26 میلیونه. قیمت PS5 استاندارد حدود 25 میلیونه و مدل دیجیتالیش هم 24 میلیونه. اینکه تفاوت 100 دلاری بین نسخه استاندارد و دیجیتالی PS5 با چه دلاری حساب میشه که فقط 1 میلیون قیمتشون فرق میکنم از شگفتی‌های بازار ایرانه. واسه ما قیمت روز کنسول‌ها رو هر شنبه توی اینستاگرام و تلگرام زومجی می‌ذاریم. به هر حال اگه همین الان دنبال خرید کنسول نسل نهمی هستین، سه تا گزینه دارین که تو این ویدیو با هم دیگه ویژگی‌هاشو بررسی کردیم. البته به زودی هم قرار مدل مشکی سری اس با حافظه 1 ترابایتی هم عرضه بشه که مقایسه اون با مدل سفید رو توی ویدیوی دیگه ای داشتیم. میتونیم بریم ببینینش. اینجاست. خلاصه کلام بازم میگم مهمترین عاملی که میتونه تو انتخاب کنسولتون بهتون کمک کنه اون بازیایی که دوست دارین بازی کنین، طرفدار چه بازی هستین و اینکه اون کنسول امکان اون بازی رو بهتون میده یا نه. این داستانا با ویژگیایی که گفتیم بزنین تنگ هم دو تا چهار تا کنین به این نتیجه برسین. نتیجتون هم توی کامنت ها به ما حتما بگین. لایک یادتون نره، سابسکرایب بکنین و تا ویدئوی بعدی فعلا.